وقتان بخیر. دومین گزارش ماست و شما بیننده گزارش ما از چارایی شهید انگرا هستید و ما امیل ازا که اینجا آمدم ازدحام ترافیک خوب است که از بین رفته. اگر شما فراموش نکرده باشین یکی دو هفته پیشتر ما گزارش ویژه در رابطه با چارایی شهید انگرا داشتیم، در رابطه با این که این چارایی مورد بازسازی قرار گرفته و خیلی مقبول و زیبا ساخته شده، یعنی میشه بگویم که معیاری ساخته شده این چهارراهی. به خاطر ساختن معیاری بودن این چهارراهی ازدحام ترافیک نیست، موترا ایستاد نمیمانند و ترافیک هم خیلی منظم کار خود را میکرد و حال هم کار خود را منظم میکنه. اما مردم شکایت از این دارن که با چقدر پول گزاف چهارراهی شهید انگرا ساخته شد، سرکا سمت شد، پیاده روا در نظر گرفته شد و سنگفر شد، حتی گلدانا یا جدولا را سبز ساختن، نهال غرس کردن، گل غرس کردن، سبزه کشت کردن و غیره. بعضی گپای دیگه که مربوط دهقانا میشه از این موضوعات استفاده کردن به خاطر مقبولی زیبایی شهر، خصوصا چهارراهی شهید انگرا. زگنال های ترافیکی با قیمت گزاف شاید نصب شده، اما زگنال داریم برق نداریم. مردم زگنال داریم برق نداریم، نمیفهم صدای مرا شنیدین یا نه. با این قدر پول گزاف، با این قدر وقتی که سپری شد مردم چهارراهی شهید، چهارراهی برکی و چند چهارراهی ترافیک یا چند چهارراهی دیگه هم که در دور بر ما هست، سر از اینا کار به شدت جریان داره و خیلی پول مصرف شد، خیلی مقبول و زیبا و معیاری ساخته شد. آیا با یک سیگنال ترافیکی که روشن نمی باشه پس ایش وضعیت باز دگرگون نمیشه؟ با وجود که نگفته نمانه که ترافیک ها منظم کار میکنن. ما به خارج از افغانستان سفر نکردیم، اما یک تیر دوستان ما که حتی به هند و پاکستان و ایران رفتن، دیگه کشورها را خوبانن، میگن ترافیک را ما با چشم خود نمیبینیم اونجا. تا که یک حادثه صورت نگیره یا گپ صورت نگیره ترافیک پیدا نمیشه اونجا، هیچ اصلا دیده نمیشه. کل کار سیگنال های ترافیکی میکنه، کل گپ را یا کل مشکل را اشارات ترافیکی حل میکنه. اما اینجا ما همه چیز داریم، مثل از اینکه بسیار ظرف های مقبول داشته باشیم، بسیار قوری های مقبول داشته باشیم، بسیار کاسه های خوبش داشته باشیم، کلش روی دسترخوان بیاریم خالی باشه، در او چیز نباشه که ما بخوریم. ما وقت چاره ای ساختیم، وقت سیگنال ها و چراغ ها و همه چیز را داریم، برق نباشه باز چی کنیم؟ من فکر میکنم شاید ما که میفهمیم مسئولین در این فکر بوده باشند که اگر برق میره ما چی کنیم؟ سیستم سولارکی شده بعضی جایا یا بطری های شارجی داره که از خود برق شارج میگیره، وقت برق رفت اتوماتیک خودش روشن میشه. این گپا را ما که هیچ چیز در فیزیک و کیمیا و چیزا خیلی تنبل هم بودیم، اما ما میفهمیم، شاید دیگه کس هم فهمیدن، ما خبر نباشیم که بدیل از این چیزا فکر کردن یا نه. خب کسانی که مسئول هستند در راستای برق دهی به سیگنال های ترافیک، مردم خیلی زیاد شکایت دارن، مردم شکایت دارن که لطفاً همه چیز را که جور کردین این موضوع برق یا مشکل برق هم حل بسازین که سیگنال ها خودش روشن شوه، اینی مردم هم این قسم نبیاین. خب طرفشان سعی کنه، ما هم طرفشان سعی میکنم چی میشه. ما میبینیم شما هر چی دلتون از بکنین. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده برنامه صبح و زندگی تلویزیون آریانا هستین. فراموش نکنین که این یک کرولای دوگام آمد، بسیار تشکر کرولا که خودتان آمدی. میریم به طرف استودیوی صبح زندگی ببینیم که همکاران ما چه آماده نشر دارن. فراموش نکنین که در ساعت سوم یعنی 9:35 دقیقه باز هم ما گزارش می داشته باشیم در رابطه با موضوع برنامه. امروز هم میفهمین که موضوع برنامه چیست؟ ورزش و تندرستی است. تصویر از چهارا را داشته باشین. واقعا من طرف چهارا وقتی میبینم خیلی احساس خوشی به مراخ میتن، به دلیل از اینکه ما نادیده هستیم، ما چنین چهارا را در کابل کمتر تجربه کردیم، یا شاید هم بر اولین بار است که میبینیم که چقدر موترا خیلی خوب یک طرف ایستاد هستن، نوبت داده به طرف سمت غرب که به شرق میره موترا. وقت نوبت از اینا خلاص میشه میبینین ترافیک، کوکو ترافیک اونا را گفت ایستاد شوین دیگه.
وقتی اونا ایستاد شدن آله ترافیک دیگه اجازه میده به موترایی که از طرف جنوب به طرف شمال میخواین برن و یا به طرف سمتای دیگه میرن بر از اونا اجازه داده میشه. بله از کاستر شروع شد حرکت میکنن میرن به طرف راه خود. خب موتر کاستر نمیگیریم تصویرش. دوستا با دیدن امی تصاویر میریم به طرف دیدن یک ماده از قانون مدنی افغانستان. تشکر از اینکه تا این لحظه بیننده گزارش بودین. اگر میخواین گزارش های قبلی بنده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین گزارش های آینده را بیننده باشین اینجا را کلیک بکنین و اگر میخواین با شبکه جهانی آریانا همیشه باشین پس ما را سابسکرایب بکنین.